بینندگان گرامی، در یونی بانک پشتنی، بانک پشتنی یک گزت تاجراست، بانک خود تاجرا است و اولین بانک است که تجارت بر عرصه بین المللی تنظیم نموده، رشد داده و ارتقا بخشیده. جناب دیانی صاحب که توظیف شدن، چون با اینا در اتاقای تجارت یک همکاری همه جانبه داشتیم و یک شناخت درست داشتیم، با تقاضا و تشویق از یا ما دوباره از جمله مشتریای بانک پشتنی هستیم. با امیدوار هستیم که تاجرای محترم ایش گونه تشویشی را در همکاری با پشتنی بانک با خود را ندیند، زیرا یک بانک دولتی است و بانک ملت است و هر گونه تکیتانه و پرداخت و خدماتی را که ما با این اجرا میکنیم در حقیقت برای ملت افغان اجرا کرد. My name is Eric Henderson. I'm an officer with Safi Apparel Corporation, which is a joint venture of American and Afghan investors. Our purpose is to establish an apparel manufacturing business here in Afghanistan, which will provide employment for women, which is very badly needed. We have found an excellent partner in the Pashtani Bank, which has enabled us to succeed in this venture. And we consider them an excellent partner in everything we are doing in Afghanistan. بله، هیئت عامل و رهبری با تلاش و مسایی مشترک سعی می‌دارند تا روز به روز سیستم بانک به سوی انکشاف و بهشت سمت یابی گردد، که این سعی و کار با تفاهمشان نشانه پیشرفت و انکشاف را می‌رساند. همدغراست کاغلی دایانی در همیاشتو بانکی فعالیتونو او پخواست توگه ده بانک اساسی فعالیتونو او کار کرنه ده 1386 کال سرگرطه پا گوه تکره. در دسک چپ تانیسون که از خورد نوشته از خلاق را دوی در بتانیم سال 1333 را نشان میده افتتای بانک. ده این بانک رنگ آبیش ده اینجا در آمد مجموعی است، رنگ سرخ مصارف است و رنگ زرد نت این کمی آمخار فارس است. می‌بینید در سال 1333 که بانک وقتی که افتتاح شد در وقت مرحوم جناب خان غروال درآمدش بود 106,000 دلار، مصرفش بود 135,000 دلار و مفاد نکرده بود 12,000 دلار مصرف کرده بود چون سال اول. بعد از او در 1357 بلندترین مفادی که در بانک پیش از امروز در تاریخ بانک شده 5,509,000 دلار بود. 4 میلیون هم مصارفشان بودن و نت اینکمشان 1,497,000 یعنی 1.5 میلیون دلار در دست یک سال. البته اگر متوجه باشین حالی که مقایسه میشه با 9 ماه 86 مقایسه میشه. امسال در 9 ماه سال 1386 مفاد بی سابقه در تاریخ بانک است که 8 میلیون دلار مفاد کرد. این در 53 ساله که از بدر تحسیشش که آباد بانک کس اینقدر فایده نبود. اما گراف آخریش دستراز که هست میبینید 2,868,000 اونو مصرف واقعی بانک هست و مقایسه 8 میلیون دلار مفاد کرده و نت اینکمش در واقع هست 5,148,000 هست. این یک جای بسیار خوشیست. بانک انکشاف صادراتی با شما ادغام شد. در رابطه با سرنوشت کارمندان او شما چی فکر کردید؟ امروز به فضل رب العالمین شما هیچ کدوم خبر منفی نداریم در بانک و موضوع ادغام شدن بانک صادرات با پشتمی بانک. خود از این یک علامه است که ما البته من حیث یک فرد، یک انسان، یک کسی که احساس داره، یک کسی که درک میکنه مشکلات جامعه را و ما هم کوشش کرده میره که به یک شکل خوب هم اونا راضی باشن هم بانک پیش بره و هم اهداف و رفرمای بانک جا به جا شود. ما تقریبا 40 نفر فعلا داوطلبانه به تقاعد ساخت کردیم و البته با یک هزینه که برشان دادیم اونا خوش و راضی از بانک رفتن و ارتباط خود از بانک قطع کردن و تا تانسته باشیم ما با قشر جوان ما که هر روز از این پوهنتون ها فارغ التحصیل میشن اینا کجا برن؟ باید برای اینا هم یک جای پیدا شود. و یک چیزی که بسیار در طول 3 دهه گذشته نشده بود نیست که در خارج رواج داره بسیار، بانک پشتنی، بانک انکشاف صادرات، سن کارمندایش اوسطش 50 ساله بود، یعنی بانکی بود که از نگاه
برای سن کارمندا و سن تقاعد رسیدم. یعنی بعد از اون کسی نبود که تش جوان که جای زیاد بگیرن. حال ما را تب تلاشی بمیستیم که هر سال باید یک قشر نو آمده برن.